گزارش شماره 13 حالا که از دوش شفابخش فارغ شده ای به کجا می روی؟ به دیدن مشاورم اسمش چیست؟ چیز اسمش کلودیس است وقتی وارد برزخ شدی با کلودیس صحبت کردی؟ نه هنوز آمادگی نداشتم فقط میخواستم پدر و مادرم را ببینم حالا چرا به دیدن کلودیس می روی؟ باید جوابهایی راجع به کارهایم بدهم بعد از اتمام هر یک از زندگی من این مرحله را میگذرانیم. اما این مرتبه حسابی و ازم خراب است چرا؟ چون خودکشی کردم اگر کسی در زندگی زمینی مرتکب خودکشی بشود روح او را در برزخ تنبیه می کنند؟ اینجا تنبیه به صورتی دیگر نه به صورتی که در زمین مرسوم است وجود دارد و جنبه آموزش نیز دارد. پانویس چهل و یک در خودکشی روح دچار عذابی بسیار سنگینتر از عذابی که به خاطر آن خودکشی کرده می شود. مترجم ادامه متن کلودیس از این جهت ناراضی خواهد بود که من زود از میدان در رفتم و شهامت رویارویی با مشکلات را نداشتم. خودکشی مسئله مرا حل نکرده و همه چیز به همان صورت وجود دارد. حالا باید در قالب جسم دیگر برگردم و با همان مشکلات روبرو شوم. فقط در این میان فرصت زیادی را از دست دادم و دچار ندامت و پشیمانی هستم. پانویس چهل و دو در قرآن چندین آیه وجود دارد که مفهوم کلی آنها دلالت دارد بر اینکه ارواح خطاکار در دنیای دیگر آرزو می کنند که ای کاش لحظه به دنیا برمیگشتند و می توانستند جبران کنند. مترجم ادامه متن آیا تو را به جهت خودکشی محکوم نخواهند کرد؟ از عملی که کردم احساس غم و اندوه دارم. پانویس چهل و سه اندوه روح به خاطر حسرت و ندامت بر امری است که فوت شده است. مترجم ادامه متن یاد داشت این برداشتی است که معمولا همه روحها در خصوص خودکشی دارند. باید اضافه کنم آنهایی که به جهت دردهای جسمی مزمن و بیماری های لاعلاج دست به خودکشی میزنند در حالت روحی چندان احساس ندامت و پشیمانی ندارند. اکسل عمل راهنما و دوستان آنها هم در مورد این گونه خودکشی ها ملایم تر است. خب، برگردیم به موضوع ملاقات تو با کلودیس. اول شهر بده محلی که جلسه تو با او برگزار می شود چطور جایی است؟ من وارد اتاقی می شوم. اطرافش دیوار است. اوه، اینجا باکورن است. باکورن چیست؟ میخانی گافچران ها در اوکلاهوما. من جزو مشتری های خوش اینجا بودم. محیط دوستانه است. چوبکاری های قشنگی دارد. سندلی های چرمی راحت. کلودی سر یک میز نشسته و منتظر من است. حالا باید مشغول صحبت شویم. آخه میخانه اوکلاهوما در عالم برزخ چه می کند؟ این یکی از کارهای محبت آمیزیست است که اینجا برای ما می کنند تا ذهنمان آرامش پیدا کند. اما خب قضیه به همینجا تمام می شود. مذاکره امروز حتما حالت آن میهمانی ها و صحبت و گفتگوهای این بار و میخانه را نخواهد داشت. از صدایت حدس میزنم تا حدودی از گفتگو با راهنمایت احساس ناراحتی می کنی. به حالت دفاعی آخه من خراب کردم باید برایش توضیح دهم که غذایا چطور شد زندگی چقدر سخت است سعی کردم درست عمل کنم اما چه چیز را درست عمل کنی؟ با تأسف. با کلودیس قرار گذاشته بودیم که برای خودم هدفی در نظر بگیرم و آن را دنبال کنم. او از من در قالب راست انتظاراتی داشت. حالا باید با این وضع با او روبرو شوم. احساس می کنی به قول و قرار خود با راهنمایت در مورد درس هایی که باید در قالب راست می گرفتی وفادار نماندی؟ نه، من خیلی کار بدی کردم. البته حالا باید دوباره بروم و همه آن کارها را انجام دهم. مثل این که ما هیچ وقت به طور کامل کارهایی را که باید انجام نمی دهیم. می دانی اگر این زیبایی ها مثل پرنده ها، گل ها، درخت ها روی زمین نبود که من اصلا بر نمی گشتم. کار خیلی سختی است. می بینم خیلی ناراحت هستی اما فکر نمی کنی با حالت عصبی از هیچ چیزی هم نمی شود شانه خالی کرد همه اینجا آدم را خوب میشناسند. هیچ چیز را نمیتوانم از کلودیس پنهان کنم <موس> یک نفس عمیق بکش و برو توی بار با کرن و بگو چه کار می کنی آب دهان را قورت می دهد می سر میز گردی که کلودیس هم آنجاست می نشینم. حالا که نزدیک کلودیس هستی فکر می کنی او هم به اندازی تو از این زندگی آخر تو ناراضی است؟ <applause> نه، من به جهت کارهایی که کردم و آنچه که نمی بایست انجام دهم ولی مرتکب شدم بیشتر از او ناراحت هستم. این مشاورین ممکن است ناراضی باشند ولی ما را تحقیر نمی کنند. آنها برتر از این حرفها هستند. جلسه مشاوره با راهنما به جریان شفایابی روح در دوران آشنایی با برزخ کمک می کند. اما این بدان معنی نیست که صدهای مقاوم در مقابل پیشرفت روح کاملا برداشته می شوند. خاطرات دردناک عاطفی زندگی های قبلی به آسانی جسم نمی میرند. هستر باید جنبی منفی اعمالی که در قالب راست مرتکب شده را با واقع بینی درک کند. بازسازی صحنه آشنایی در برزخ به درمان بیماران کمک می کند. من با استفاده از این روش به احساسات و باورهای قبلی سوژه ها و اثر آنها بر رفتار فعلی بیماران پی می بردم. صحنه آشنایی سوژه گزارش 13 بسیار مفصل بود که من فقط مختصری از آن را ذکر کردم. در این مقطع سوالاتم را در مورد راهنمای سوژه ادامه دادم. ضمن برملا شدن زندگی راسفلدون من نقش شخص سالسی را در ارتباط بین سوژه و کلودیس ایفا خواهم کرد. در این جلسه من همچنین می خواهم از زبان هستر راس گفته های کلودیس را بشنوم و به ذهنیت او پی ببرم. تلقین به سوژه و راهنمای او یکی از طرق دستیابی به مددخواهی بیشتر از عناصر روحی برتر بر روی مسائل سوژه ها می باشد. گاهی از اوقات من حس می کنم که راهنمای خودم هم مرا در انجام این گفتگو کمک می کند. من به دلایل موجه در مورد احزار روح راهنمایان خیلی محتاطانه عمل می کنم. برقراری ارتباط مستقیم با راهنما غالبا منجر به نتایج نامطمئنی می شود. اگر دخالت من بیمارد و یا غیر ماهرانه باشد، راهنمایان جلوی جواب سوژه را هم میگیرند و یا به زبان استعاره سخن میگویند که در آن به راحتی امکان پذیر نیست. من در موقعیت هایی صدای راهنمایان را از طریق تارهای صوتی سوژه شنیدم. غالبا کیفیت ادای الفاظ آنقدر ناجور، مقطع و نامفهوم بوده که من پاسخ به سؤالاتم را اصلا تشخیص ندادم. اما وقتی به جای آن که راهنما صحبت کند سوژه از طرف او حرف بزند کیفیت صدا تا آن حد مقطع و بد نیست در این مورد کلودیس از طریق هستر و راس حاضر می شود و ادامه کار با سوژه را تا حدودی امکان پذیر می کند راس من و تو باید بفهمیم که حالت روانی تو در شروع مرحله آشنایی با برزخ چگونه است آیا مایل هستی کوشش بکنیم؟ بله من موافقم بسیار خوب حالا از تو می خواهم که یک عمل غیرعادی انجام دهی بعد از سه شماره تو قادر خواهی بود که هم نقش خودت را ایفا کنی و هم نقش کلودیس را این توانایی به تو امکان می دهد که نه تنها افکار خودت را به من منتقل کنی بلکه ذهنیات کلودیس را نیز برای مشخص نمایی به نظر خواهد رسید که وقتی از تو سوال می کنم تو نظرات راهنمایت را ابراز خواهی کرد. آیا آماده هستی؟ با تردید. بله، فکر می کنم. یک، دو، سه من دستم را روی پیشانی سوژه می گذارم که انتقال ذهن را تطریع کند. حالا فرض کن نظرات کلودیس را بیان می کنی. تو سر یک میز نشسته ای و راسفلدون هم سر همان میز است. به او چه خواهی گفت؟ سریع جواب بده. می سوژه فورا جواب دهد و فرصت تفکر در خصوص سختی این فرمان مرا نداشته باشد. با عکس عملی کند سوژه حرف های راهنمای خود را تکرار می کند. میدانی راست تو باید بهتر از این از احده انجام وظایفت برمیآمدی. به سرعت فرض کن راست هستی جواب کلودیس را بده. من سعی کردم ولی نتوانستم به هدفم برسم. دوباره موضعت را تغییر بده. حرفها و افکار کلودیس را تکرار کن. اگر می توانستی تغییری در کارهای این زندگیت بدهی چه می کردی؟ جواب راست را بگو. دوچار وسوسه و فساد مالی و قدرت جویی نمی شدم. حرف کلودیس را به من بگو. <applause> چرا گذاشتی این چیزها قول و قرار اولیت را تحت شعا قرار دهد؟ <applause> با صدای آرام. آفرین. خوب جلو می روی. همینطور جایت را عوض کن. حالا جواب راهنمایت را بده. <applause> میخواستم در جامعه فرد مهمی می باشم. میخواستم قوی باشم که دیگران به من احترام بگذارند. حالا کلودیس چه میگوید؟ مخصوصا در مورد خانم ها می دیدم که میخواستی خواستی زنها را تحت نفوذ خود درآوری. از نظر جنسی هم بر آنها غلبه می کردی بدون آنکه احساسی نسبت به آنها داشته باشی به جای راست جواب بده سرش را تکان می دهد بله درست است خودت که بهتر می دانی من چه توضیحی می توانم بدهم کلودیس چه میگوید خودت باید توضیح بدهی باید آگاهانه در این مورد برخورد کنی راست چه جوابی می دهد؟ با حالت دفاعی اگر من در مقابل این افراد ابراز قدرت نمیکردم آنها مرا تحت نفوذ خود در می آوردند. حالا کلودیس چه میگوید این کار شایسته تو نبود. موجودی که تو از خودت ساختی متناسب با وضع اولیت نیست. ما والدین تو را با دقت انتخاب کرده بودیم. <applause> یاد داشت خانواده فلدون به کشاورزی اشتغال داشتند. وضع مالی آنها چندان خوب نبود. مردمان بسیار محترم و خوبی بودند. با فداکاری بسیار پسرشان راست را برای تحصیل رشته حقوق فرستادند و مخارج او را تأمین کردند. راس چه جواب می دهد؟ با عجله بله می دانم. پدر و مادرم میخواستند من آرمانگرا یا ایدالیست باشم. همیشه به هم نوع خودم به مردمان عادی کمک کنم. من هم همین را میخواستم. اما نشد. خودت که شاهد بودی چه وضعی پیش آمد. من با قرض روبرو بودم. حتی وقتی مدرسه حقوق را تمام کردم درآمد کافی نداشتم. آن وضع چه فایده ای داشت؟ دیگر نمیخواستم فقیر باشم. نمیخواستم مرتبا در دادگاه از آنهایی دفاع کنم که حتی حق الوکاله هم به من پرداخت نمیکردند. از زندگی دهاتی و مزرعه و گاب و خوک هم بیزار بودم. دلم میخواست با مردمان معتبر و پولدار معاشرت کنم. البته وقتی به دادستانی رفتم قصدم این بود که نظام را متحول کنم و به کشاورزان هم توجه داشته باشم ولی این نظام این سیستم اصلا غلط بود نمیشد. کلودیس حالا چه میگوید؟ ولی تو اجازه دادی سیستم تو را فاسد کند این وضع چطور پیش آمد؟ به عنوان راست جواب بده مردم مجبور بودند جرائمی را که از توان آنها خارج بود پرداخت کنند. ادهی را روانه زندان کردم که می بدون قصد مرتکب جرم شده بودند. بعضیها را هم سبب شدم به دار بیخته شوند. با صدای شکسته من قاتل قانونی شدم. کلودیس چه می گوید؟ تو شغلت دادستانی بود و باید مجرمینی را که به حقوق دیگران تجاوز کرده بودند محاکمه و محکوم کنی چرا از این کارت ناراضی هستی؟ راست چه میگوید؟ بعضی ها یعنی اغلب آنها مردمان معمولی بودند مثل پدر و مادر خودم که با سیستم درگیر شده بودند برای تنازع بقا نیاز به پول داشتند البته بعضی ها هم مغزشان خراب بود. عکس عمل کلودیس چیست؟ مگر تو برای حفظ انتظامات جامعه به تحصیل حقوق نپرداختی؟ مگر نمیخواستی شهرها، مزرعه ها همه جا تحت نظام صحیح قانونی اداره شوند؟ مگر تو به عنوان دادستان نمی حافظ حقوق مردمی که مورد ظلم و تجاوز و تعدی قرار گرفته بودند باشی؟ راست چه جوابی می دهد؟ مگر متوجه نیستی؟ نشد. آن روش کار نکرد. من خودم توسط یک جامعه ابتدایی به صورت یک جانی آدم کش در آمدم. کلودیس چه میگوید؟ و تو خودت را کشتی. جنایت کردی. موسیقی موسیقی راست چه جوابی میدهد؟ در وضع بدی گیر کرده بودم. نمی توانستم به هیچ کس بودن برگردم و نمی توانستم به کارم ادامه دهم. کلودیس چه می گوید؟ تو به سادگی آلت دست آنهایی شدی که برای منافع شخصی و شهرت و معروفیت همه کار می کردند. این کار شایسته تو نبود. این رفتار در نهاد تو نبود. چرا خود واقعیت را پنهان کردی؟ راس چه پاسخی می دهد؟ با عصبانیت تو چرا بیشتر به من کمک نکردی در اوائل شغل دادستانی من؟ <applause> کلودیس چه اکسل عملی نشان می دهد؟ <applause> چه فایده دارد که فکر کنی من باید موازه به همه کارهای تو باشم؟ من از هستر خواستم که به عنوان راس جواب کلودیس را بدهد. اما وقتی در مقابل آخرین سوال سکوت اختیار کرد من دوباره وارد ماجرا شدم و گفتم راست فکر می کنم منظور کلودیس این است که چه فایده دارد تو در ذهن خودت برای اعمالی که در زندگی گذشته انجام دادی و برای احساس ناراحتی که الان داری او را سرزنش کنی چه می دانم؟ شاید دلم می خواهد مرا تسلی بدهد خب کلودیس نسبت به این برداشته تو چه نظری دارد؟ آرامی دیگر میخواستی برایت چه بکنم؟ تو به اندازه کافی به درون خودت مراجعه نکردی من افکار صحیح در ذهن تو گذاشتم که میان رو باشی خوش اخلاق باشی تحمل داشته باشی احساس مسئولیت بکنی هدف اولیه خودت را دنبال کنی عشق و محبت پدر و مادر را به یادت می آوردم. اما تو همه این افکار را عقب زدی و با سماجت دنبال راه های دیگری میگشتی. راس بدون فرمان من شروع به جواب دادن کرد. من می دانم علائمی را که تو حواله کرده بودی نادیده گرفتم. موفقیت های زیادی را از دست دادم. می ترسیدم. کلودیس <موس> در مورد این حرف های تو چه می گوید؟ حالا درست فکر کن و بگو مهمترین چیزی که در حالت فعلی برایت ارزش دارد چیست؟ موسیقی. به راهنمایت جواب بده. موسیقی. از این که میخواستم بعضی چیزها را در زندگی زمینی تغییر بدهم خوشحالم. من کارم را اینطور شروع کردم که تغییر مطلوبی در وضع مردم به وجود آورم. اکسل عمل کلودیس چیست؟ موسیقی. تو آن معموریت را خیلی زود نادیده گرفتی حالا هم می بینم دوباره داری موقعیت را از دست می دهی از ریسک کردن می ترسی راه و مسیری را انتخاب کردی که به ضررت بود می خواستی از خودت چیزی بسازی که در نهاد تو نبود حالا دوباره با ناراحتی روبرو هستی بازسازی صحنه آشنایی با برزخ در خواب مصنوعی سبب بروز تغییرات ناگهانی می شود توجه کنید که در گزارش 13 وقتی به جای کلودیس حرف میزند لحن او بسیار قاطع و مصمم است اما روش صحبت هستر و یا راس اینچنین نیست من معمولاً تا این میزان موفق نیستم که از طریق سوژه هایم گفتار راهنما در مرحله آشنایی با برزخ را دریافت کنم اما علا رغم کیفیت بازسازی صحنه یادآوری خاطرات زندگی گذشته به نحوی بر رفتار فعلی افراد تأثیر میگذارد. برای من واقعا مهم نیست که آیا این مکالمه به همین صورت در بار باکهورن بین سوژه و راهنمایش انجام شده است یا نه؟ بالاخره فردی به اسم راسفلدون مرده است، اما هستر هنوز زنده است و من می خواهم تا آنجا که امکان دارد رفتار ناسالم و مخرب او را از بین ببرم. پس از مکالمه بالا مدت بیشتری در خصوص نظریات راهنمای سوژم راجع به از دست دادن ارزشها و غریبه شدن با طبیعت و نهاد اولیش با او صحبت کردم. زمنن از کلودیس هم میخواستم که به مددکاری خود ادامه دهد. سپس جلسه آشنایی با برزخ را کنار گذاشتم و هستر را در حالت خواب مصنوعی به مرحله دیگری آوردم. حالا میخواهم در مورد زندگی زمینی جدیدش به عنوان هستر با او صحبت کنم. وقتی در برزخ کاملا با نتیجه زندگیت در قالب راس آشنا شدی و به هویت و نهاد واقعی روحی خودت پی بردی چرا این قالب جدید یعنی هستر را انتخاب کردی؟ من میخواستم زن بشوم تا مردم از من وحشت نداشته باشند واقعا؟ پس چرا چون این هیکل قوی و بزرگی در این قرن برای خودت خواستی؟ مردم به هر حال مرا با یک کت و شلوار مشکی به عنوان آقای دادستان نخواهند دید. این مرتبه من موجب شگفتی آنها خواهم شد. منظورت از شگفتی چیست؟ چون زن هستم مردها از من ترس و وحشت ندارند. لذا می توانم وقتی حالت دفاعی به خود نگیرند حسابی آنها را بترسانم. چه جور مردهایی را؟ اون گنده ها را آنهایی که در جامعه نفوذ و قدرت دارند به صورت یک زن می توانم وقتی با من روبرو هستند و احساس راحتی و امنیت دارند حسابی آنها را گیر بیاندازم گیر بیاندازی که چه کار کنند دست راست را مشت می کند و محکم به کف دست چپ می زند نقطه ضعف از آنها به دست آورم تا بتوانم انسانهای ضعیف را از شر این کوسه ها که میخواهند همه ماهی های کوچک دنیا را ببلند راحت کنم. من همانطور که سوژم در حالت عبراگاه است او را به زمان حال می آورم. بگذار درست بفهمم که چرا تو خواستی در این زندگی به صورت زن باشی؟ تو میخواهی با این شکل همان افرادی را کمک کنی که در زندگی قبلی در قالب مردی به اسم راست نتوانستی آن کار را انجام دهی درست است؟ با ناراحتی بله البته این راه هم خیلی خوب نیست آنطوری که دلم میخواست موفق نشدم من هنوز قوی و گردن کلوفت هستم انرژی من در جهت غلط مصرف می شود. یعنی چه در جهت غلط؟ با حالت اشتیاق دوباره دارم همان کار را می کنم. از مردم سوء استفاده می کنم. بدن یک زن را انتخاب کردم و احساس زن بودن هم ندارم. یک مثال بزن. از لحاظ جنسی و از نقطه نظر کار روزمره من دوباره در مستر قدرت هستم. به اصول پشت پا زدم مثل دفعه قبل. این دفعه هم برای به دست آوردن پول و موفقیت در مورد معاملات املاک زد و بند می کنم. هستر، این کار چطور به تو صدمه می زند؟ موضوع پول و موقعیت اجتماعی مثل مواد مخدر مرا معتاد می کند. درست مثل زندگی قبلی. موضوع زن بودن من نتوانست جلوی این وسوسه ها را بگیرد. هنوز می خواهم مردم را تحت نفوذ خودم درآورم. چقدر احمقانه است؟ فکر می کنی در موضوع انتخاب قالب زن دچار انگیزه های غلطی شدی؟ بله چون زندگی به صورت مرد برایم طبیعی است فکر می کردم اگر این بار زن باشم متانت و آرامش بیشتری خواهم داشت میخواستم موقعیت دیگری به من داده شود و با جنسیت معنس موفق شوم. کلودیس هم موافقت کرد سوژه روی صندلی جابجا جا, به جا می شود. اما عجب خرابکاری کردم هستر فکر نمی کنی که قدری مسائل را برای خودت پیچیده کرده ای؟ احساس می کنم تو می خواستی این مرتبه زن باشی و با احساس و ادراک زنانه به توانی از زاویه دیگری با درسهایت برخورد کنی هنوز هم می توانی هم انرژی مردانه داشته باشی و هم زن باشی قبل از خاتمه این گزارش می خواهم به موضوع جنسیت اشارهی بکنم اغلب سوژه های من تقریبا 75 درصد آنها نوع جنسیت را برای زندگی بعدی در اولویت نخست قرار می دهند. البته این میزان در مورد روح‌های پیشرفته‌تر تر صادق نیست. آنها در مورد مرد یا زن بودن وضع متعادل تری دارند. ترجیح یک جنسیت نسبت به جنس دیگر بدان مفهوم نیست که روحها در زندگی زمینی که در جنس مخالف هستند ناراضی باشند. هستر الزامن به جهت عوض کردن جنسیت خود هم جنس باز تلقی نمی شود. هم جنس بازها گاهی از آناتومی فیزیکی بدن خود راضی هستند و گاهی هم راضی نیستند. وقتی من با سوژه ای که هم جنس باز است برخورد می کنم، اغلب سوال می کند که آیا میل جنسی او به جهت انتخاب غلط جسم این زندگیش می باشد؟ وقتی جلسه خواب مصنوعی تمام می شود، معمولا این افراد جواب خود را پیدا می کنند. در هر حال، علا رقم عواملی که در تعیین جنسیت موثر است، این تصمیم قبل از آمدن به زندگی زمینی آغاز می گردد. پاره از اوقات من به این نتیجه می رسم که هم جنس بازها قبل از شروع زندگی فعلی می خواستند تجربه جدیدی با جنس مخالف زندگی های قبلی خود داشته باشند. برای همجنس بازها وضعیتی در جامعه ما ایجاد می شود که مسیر زندگی آنها را ناهموارتر می سازد. وقتی کسی این مسیر را انتخاب می کند، غالبا می توان علت آن را در نیاز به تسهیل فهم اشکالات پیچیده که هویت جنسی آنها در زندگی قبلی به وجود آورده ریشه کرد. سوژه گزارش 13 برای این زندگی خود زن بودن را انتخاب کرده تا مشکلاتی که زندگی قبلی در قالب راسفلدون داشته برطرف کند. آیا هستر اگر از ابتدای تولدش از سابقه خود در قالب راس خبر داشت راحتتر می توانست مشکلات خود را حل کند؟ یا بهتر همین است که متجاوز از سی سال منتظر بماند تا بالاخره در حالت خواب مصنوعی از آن سوابق مطلع بشود از دست دادن خاطرات زندگی های قبلی را اصطلاحا فراموشی می نامند. این حالت برای افرادی که زندگی های متوالی را قبول دارند حیرت انگیز است. چرا ما باید با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنیم تا بفهمیم ما که هستیم وظیفه ما در این دنیا چیست؟ و همواره این سوال برای من مطرح باشد که آیا واقعا یک نیروی معنوی مواظب ما هست یا نه؟ من در پایان این گزارش در خصوص این فراموشی سوالاتی را با سوژه مطرح می کنم. چرا فکر می کنی که نباید اطلاعی از زندگی قبلی به عنوان راسفلدون داشته باشی؟ این توافقی است که ما با مشاورمان در زمانی که جسم جدیدی برای زندگی زمینی انتخاب می کنیم به آن می رسیم. توافق در چه مورد؟ ما توافق می کنیم که وقایع زندگی های قبلی را فراموش کنیم. چرا؟ یک شروع مجدد بهتر از آن است که ما از قبل بدانیم به خاطر سوابقمان چه وضعی برایمان پیش خواهد آمد. آیا آشنایی و اطلاع از اشتباهات گذشته برای اجتناب از ارتکاب مجدد آنها مفید است؟ اگر مردم از زندگی های قبلی خود اطلاع داشتند، بیش از اندازه به آن سوابق متکی می شدند و در صدد چاره های جدید برای رفع آن مشکلات بر نمی آمدند. باید هر زندگی جدیدی را جدی گرفت. آیا دلایل دیگری هم وجود دارد؟ مشاوران به ما میگویند که نداشتن اطلاع از زندگی های قبلی سبب می شود که ما بیخودی به دنبال انتقام نباشیم و نخواهیم در زندگی جدید با آنهایی که قبلا به ما بد کرده اند تصفیه حساب کنیم. ولی به نظر می رسد که تو تا به حال درست همین کار را می کرده ای و انگیزه تو در این زندگی همین بوده است. با قاطعیت برای همین است که به مطب شما مراجعه کردم. آیا هنوز هم فکر می کنی بی اطلاعی مطلق از زندگی های قبلی برای پیشرفت ضروری است؟ معمولاً بله، ولی البته حالت ما بی اطلاعی و در تاریکی مطلق نیست. گهگاهی در خواب یا در مواقع حساس وقتی باید مسیر انتخاب شود جرقه هایی از خاطرات قبلی کمک خواهد کرد گاهی هم اون رفقا یک ندایی میرسانند منظورت از اون رفقا عناصری جهان برزخ است خب گاهی ایده ای را به ذهن ما میرسانند برای من این اتفاق افتاده است با وجود این تو به من مراجعه کردی که حالت فراموشی تو را از بین ببرم. ما توانایی آن را داریم که بفهمیم چه موقع این کار مفید است. من آماده ی تغییراتی در خودم بودم و راجع به شما شنیدم. کلودیس موافقت کرد که به دیدنتان بیایم و گذشتم را ببینم چون این کار به نفع من بود. در غیر این صورت، حالت فراموشی تو دست نخورده باقی می ماند؟ بله در آن صورت مفهومش این بود که هنوز من نمی بایستی بعضی چیزها را بفهمم به عقیده من علت این که بعضی از افراد را نمی شود به خواب مصنوعی فرو برد و یا در حالت خواب مصنوعی نمی توانند خاطرات دقیقی را بیان کنند این نیست که آنها زندگی های قبلی نداشتند بلکه به آن علت است که هنوز آمادگی روبرو شدن به آن خاطرات را پیدا نکردند این سوژه من میدانست که به دلیل خاصی پیشرفت او متوقف شده و میخواست به علت آن پی ببرد. هویت ابراگاه روح خاطرات و اهداف قبلی ما را در خود ثبت می کند. اما در هر زندگی زمینی وقتی موقعش فرا برسد باید بین خواسته ها و نیازهای جسم بشری و تمایلات و اهداف روح خود هم آهنگی به وجود آوریم. من سعی دارم برای ایجاد ارتباط منطقی بین تجربیات گذشته و حال بر مبنای شعور متعارف عمل کنم. هویت واقعی ما علا رقم وضع فعلی هیچگاه ما را در غالبهای بشری مختلفی که انتخاب می کنیم تنها نمی گذارد. هر روز در حالت توجه، تمرکز و عبادت خاطرات خودیت واقعی ما به ذهن من تراوش می کند. علا تیرگی ناشی از فراموشی گهگاه پیامهایی به صورت الهام برای توجه به اعمال و کردارمان به ما میرسد. من پس از خونسا کردن سردرد هستر او را تشویق کردم که از موقعیت زن بودنش برای مقاصدی غیر از اذیت و آزار و ترساندن مردها استفاده کند. از او خواستم که حالت تجاوزگرانه خود را کنار بگذارد. سپس در خصوص تغییر اهداف شغلی او صحبت کردیم و قرار شد که او گهگاهی داوطلبانه به کارهای آمول منفعه بپردازد. نهایتا او توانست دیدگاهش را در مورد زندگی فعلیش عوض کند و آن را موقعیتی استثنایی برای یادگیری و پیشرفت و نه اشتباهی در مورد انتخاب جنسیت تلقی نماید. سپس جلسه درمان این سوژه را خاتمه دادم. بعد از اتمام هر گزارشی من همواره تحت تأثیر صداقت روحها قرار می گیرم. توجه کردم که هر وقت روحی یک زندگی سازنده داشته و خیر و منفعتش به خود و اطرافیانش رسیده باشد با علاقه و اشتیاق به برزخ باز می گردد. برعکس هر وقت سوژه مثل گزارش شماره 13 احساس می کند که زندگی خود را تلف کرده به خصوص اگر مرتکب خودکشی شده باشد، از بازگشت به برزخ اکراه دارد. من متوجه شدم در صورتی جلسه آشنایی با برزخ برای روح ناراحت کننده است که او یک مرتبه و به طور ناگهانی با تمام خاطرات زندگی های قبلی خود روبرو شود. بعد از مرگ زمینی، روح که از قید جسم آزاد شده راحت تر در مسیر آگاهی ها قرار می گیرد. در مرحله آشنایی با برزخ کارهای خلاف و احمقانه ای که در زندگی از ما سر زده است به شدت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. هر قدر روح در زندگی خود در برزخ جلوتر برود و با آنجا بیشتر خوب بگیرد آرامش و روشنی بیشتری پیدا می کند. جلسات آشنایی با راهنما به ما امکان می دهد که وضع خودمان را در فاصله بین دو زندگی زمینی مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم. تجزیه و تحلیل زندگی های گذشته توسط راهنمایان بر اساس نیت اولیه انتخاب ها و همچنین نتیجه اعمالمان صورت میگیرد. گیرد. انگیزه های ما مورد سوال و انتقاد قرار میگیرند، ولی محکوم نمی شوند. میزان اف و بخشش در آن دنیا اعجاب انگیز است. برعکس کره زمین در آنجا محدودیت زمانی برای دوران یادگیری و آموزش ما وجود ندارد. به ما امکانات بیشمار برای مبارزه و پیشرفت داده می شود. وقتی جلسه آشنایی با برزخ و ملاقات با راهنما به پایان رسید، ما آن محل را ترک می کنیم و به همراه تعداد زیادی عناصر دیگر به ایستگاه مرکزی دریافت ارواح روانه می شویم.